خونی سیاوشم، هم خونی سیاوشم، از جام سفیدانم هر جام نمی پوشم، از جام سفیدانم هر جام نمی پوشم، هم ساری از ساریم، هم آتش زردوشم، هم ساری از ساریم، هم آتش زردوشم، ما آتش زردوشتی ما کشتنم کشتیم. پیش شهرگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. بیش از 1,000,000 صفحه آثار سیاوش اوستا را به زبانهای مختلف با یک کلیک ببینید و بخوانید و بشنوید. ده ها کتاب روشنگر و تاریخی، صدها مقاله و نوشته و گزارش در نشریات نیمروز، فردوسی امروز، عصر امروز و صبح ایران، صدها مقاله با شخصیت‌های ایرانی و جهان، هزاران عکس در جایگاه‌ها و با شخصیت‌های جهانی، هزاران برنامه رادیویی، تلویزیونی به زبان‌های پارسی، فرانسوی و تازی، ده‌ها شماره از نشریات ارشاد، هما، شهر فرنگ، کیهان جهانی، رپورتاژ‌های تلویزیون‌های جهانی از تلاش‌های سیاوش اوستا، برنامه‌های اهدای نشان‌های افتخار از آکادمی‌های فرانسوی به سیاوش اوستا، صدها فستیوال‌های هنری جهانی، میهنی در مجلل‌ترین سالن‌های جهان، نمونه‌هایی از سخنرانی‌ها و بزرگداشت‌ها و انجام آیین عروسی به سبک آریایی. سالنامه‌های 7000 ساله آریایی میترایی در پاریس منتشر و در سراسر جهان پخش می‌شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. امیهن، تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری. چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدنهای دیگر بنازند. اما چرا تاریخ غارت و تپاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. دفترهای زیبا و نفیس پیوند خویشاوندی و عروسی به سبک آریایی اثر سیاوش اوستا به زبانهای پارسی، فرانسوی، انگلیسی، آلمانی و تازی، از هر دین و مذهب و آیینی که هستید و در هر کجای جهان که هستید به سبک آریایی و با دفترچه ها و اسناد پرشکوه و تاریخی و توسط سیاوش اوستا عروسی کنید. خطبه عقل به زبان تازی، توهین به زن ایرانی، پیوند زناشویی به سبک آریایی، آستاشت زن و تاریخ و تمدن کهنسال ایران است. خانم خوشگل شهر امشب عروسی داره، تو قلب شازده دوماد قصر بلوری داره. دوماد شکاری کردی، عجب شکاری کردی، به این عروس نازه چه افتخاری کردی. دوماد باری کلا داری، عروس ای بلا داری، عروس توی دل دوماد جای بالا بالا داری. دوماد حلقه را دستش کن، گلوبند گردنش کن، دوماد عاشقونه امشب ببوس و بغلش کن. چو مهر میهنت افروز گردد، چو مهر میهنت افروز گردد، شب یلدای میهن روز گردد. شب یلدای میهن روز گردد، رسد دوران اهریمن به پایان، رسد دوران اهریمن به پایان، سپیدی چیره و پیروز گردد. به جمشید و رستم، به کوروش درود، به شاهنامه خانان ایران درود.
همانان که یلدا سبک نشمرند. به آن آریا نسل پاکان درود. درود به همه شما عزیزانم در سراسر این جهان آریایی، اهورایی، جهان پاک و پاکیزه آفریده شده، پس آریایی است. آریا یعنی انسان پاک، پاکتینت، پاک سرشت و پاکندیش و هرگز به معنای نژاد نیست. درود دارم با این مهندس شهرتی، برنامه امروز ما از پاریس پخش میشه و به کارگردان آقای امیر شهرتی از طریق تلویزیون پارس، ماهواره پارس، همه جا یه جهان پخش میشه. میتونید ما رو ببینید روی اسمارت فون های خودتون، تلفن های دستیتون، با اینستاگرام، با یوتیوب مهر تیوی و فیسبوک و غیره هم میتونید ما رو ببینید. پارس تیوی دات تیوی هم میتونید ما رو ببینید و مهر تیوی دات کام. خرسندم که یک روز مانده به یلدا، به جشن شب چله با شما هستیم. بلند ترین شب روز در سال، یعنی توی سال یه شبه که اینقدر بلنده. اول اصلاف بهتون بگم که این تازیا خیلی چیزه ما رو همه جای دنیا گرفتن، حالا این تازیا هم که گرفتن ولی لکه همیشه حواسشون پرته. این غربی هم پرت بوده حواسشون وقتی از ما گرفتن. امروز دو موضوع رو به اطلاعاتون میخوام برسونم، دو تا پرتی حواس غرب و تازی، که اینا از ما یه چیزایی رو گرفتن اما نفهمیدن، عوضی گرفتن. وقتی دانش نیست، شعور نیست، اندیشه نیست، عوضی میگیرنش. به قول چای میشهد این شب یلدا بلندترین شب ساله، چون زمستان شروع میشه، فصل سرماست. همین الانم که من با شما اینجا نشستم، جدا از نوئل با عنوان سولستیس ایور در اروپا، حتی امریکا جشن میگیرن نخستین روز زمستان رو، یعنی شب یلدای شما رو. این شب یلدا مثل خیلی چیزای دیگه به دنیا رفته، چون تمدن فرهنگ از شماست. اینم من همیشه میگم که پدر تو فاضل بوده، تو هم باید فاضل بشی و از این چنگال پلید اهریمنی آخوندا و این دشمنان تاریخی با خودتون رو بکشین بیرون. شما انسانهای بزرگی بوده و هستید، سرزمین بزرگی دارید و هر چه زودتر بتونید از چنگال اینا خلاصی پیدا کنید، کار خودتون رو راحت تر کرد. حالا این شب بلند سال تازیا از ما گرفتن با عنوان شب قدر. شب قدر میگه انا انزلناه فی لیلت القدر، لیلت القدر ما ادراک واقعی تو هزیر تقویم عرب ها تازیا نکه رقصانه. اینا آریایی ها، ایرانی ها تو پا یعنی جلو پاشون گذاشت، اینا ترق میخورن زمین، جلو پا یا تو پا یکی، جلو پای تازیه گذاشتن که اینا تقویم درست حسابی هم نداشته باشن. وقتی رقصان هست تقویم، شما اصلا کاری نمیتونی بکنی. برای اینه که شب قدر اون اوایل قبلا همین شب یلدای ما بوده، ولی بعدا که اینا رقصانش کردن با ماه میسنجن، مثل مارمزونشون، مثل سماهرم، مثل سفر، مثل آشورتاسو، همش عوض میشه. هر سالی 10 روز عقب و جلو میره و همین خاطر هیچ چیزشون درست حسابی نیست و تقویمشون و روز شمارشون غیر از ما و افغانستان و تاجیکستان، بقیه همه کشورهای اسلامی از تقویم میلادی استفاده میکنن، حتی مکه و مدینه منورشون، چون نمیتونن با قمری شمسی چیه قمری هجری برن جلو. محرم یه بار تو تابستون، یه بار تو زمستون، اصلا نمیتونن محاسبات دولتیشون رو نمیتونن انجام بدن عزیزان من. و همین دلیل عرض کنم خدمتتون که اینو که از ما عوضی گرفتم. اینا رو میخوام بگم امروز برای یلدا، که همه شما هر کجا هستید برید و یلدا رو جشن بگیرید.
برای بچه‌هاتون کریسمس رو هم جشن بگیرید. نوئل، نوئل میگن فرانسوی‌ها، همونطور که فرانسوی‌ها اینترنت رو میگن انترنت، ناسیون رو میگن ناسیون، بعد یارو فکر می‌کنه ما بی‌سوادیم، بلد نیستیم میگیم اینترنت، میگیم انترنت. حالا اینا نوئل یا کریسمس همون یلدای ماست. چهار روز که اختلاف داره به خاطر سنجش روز و ماه و سال بر اساس ماه و خورشید هست که این دکلاژ شده و گیر کرده دیگه توش. وگرنه نوئل یعنی همون یلدای ما، یعنی میلاد یلدا هم همون کریسمسه. یلدا از زبان سریانی میاد و تولد و میلاد تازی هم از این ریشه گرفته شده است، به معنای زایش هست، زایش زمستان و زایش خورشید و زایش مهر و میترا. بیسته کن فردا شب برای همه باید بشینن میوه بخورن، میوه خوشمزه دور هم جمع بشین، کرسی هم حالا که حتمی نیست که کرسی بذارید، که کرسی نیست یادش بخیر رفته، بخاری ها رو داغ کنید، شومینه ها رو داغ کنید، بنشینید لذت ببرید با ترانه ها و یادها و حافظ خوانی های ایرانی. شب یلداتون رو جشن بگیرید، بعد به چای ایرانی شانس دارم، شما بچه ها شانس دارید، جشن سال نو دوتا دارید، دو بار کادو میگیرید، خیلی خوبه که حالا نوئل و کریسمس و یلدا اینا هم دوتا دارید. باز تازه بعد یک هفتش هم شب جشن سال نوه، درخت کاجی که میذارن سر و آریایی ما بوده، ما درخت سر میگذاشته، اون بالاش هم که ستاره میذارن دو تا درش خورشیده، همه نشانه های آریایی است، ایرانی است. سرف پیدا نمیشه، حالا دشوار درخت سرف، ولی سخته پیدا کن، کاج راحت تره، تا بخواین کاج آوردن جای سرف. اما آن سرف رعنای آریایی کجاست؟ یادش بخیر بدین رو حتما، اگه نخریدین، اگه نخریدین حتما برین درخت کاج رو مثل به عنوان سرباریایی بخرید، تو خونتون بذارید، بعد پایینش هم کادو بذارید. چون این بابا نوئل هم میدونین کیه؟ بابا نوئل عمو نوروزه، عمو نوروز خودمونه. اینا میگن سن نیکولا آوردتش، سن نیکولا. آخه کلیسا خیلی چیزاشو از آیین میترا گرفته، تمام این محرابه ها یعنی جای گودی که پرچم ما رو ببینید، دیدین پرچم چجوری گذاشتن براتون اینجوری، بعضی زمین دیدین پرچم چپه بود و راسته بود، پرچم کجا بود؟ پرچم اینجاست با پشت سران. توی اکران نگاه کنید توی اکران این میاد، بیشتر میاد، بهتر میاد، با یک شیر میاد، با یک شیر همین میاد میره که حال کنید ببینید. این هم علیرضا پهلوی است، میاد علیرضا پهلوی عزیزم، پنجم ژانویه یادتون نره، نگاه کنید این سالگرد چی روز به خاک سپاری لیلاست، ولی پنجم ژانویه در هتل بریستول شهر بن با هم هستیم. رفیقمون علیرضا گلیپور باز دوباره زحمت میکشه این مراسم رو برگزار میکنه، بیاین بیاد علیرضا پهلوی شهید، شاهزاده شهید. حالا داشتیم از این میگفتیم که این میترا، آیین میترا، آیین مهر، آیین دوستی که جهان رو فرا گرفت و امروز هر چه شادی و جشن هست از آیین توست، تو هرگز نباید بدیش به تازیا و عزاداری و روز خونی و فاطمه بازی و سکینه بازی و سقرا بازی و اینا رو بذارید کنار. یلدا میاد شب زایش میترا. میترا خردمندی است که از کوههای اسپند، ما خیلی در این زمینه ترانه‌های زیبایی داره سروده در رابطه با من آریایی هم، بعد اخیرا این من آریایی هم تو تاجیکستان اجرا کردن با ارکستر بزرگ. حالا این آیین میترا، این یلدا، این جشن زایش زمستان که جهان رو گرفته،
جهان تازی اومده ما رو گرفته. یعنی ما هرچی عظمت و شکوه داریم که الان جهان جشنش میگیره، تو سرزمین خود ما غریب افتاده و ما همش سینه بزن، زنجیر بزن، عزاداری بکن، نوحه خونی بکن، نوحه خونی بکن. فردا شب رو جشن میگیریم، بعد دوشنبه رو با عنوان نوئل جشن میگیریم، کریسمس، چون عیسی مسیح، بارها گفتم اما میبینم که یاداوری خیلی مهمه، یاداوری کردن بسیار مفیده، چون میبینم خیلی یادشون میره، اصلا یادشون رفته. عرض کنم خدمت شما که در تمامی کلیساهای دنیا وقتی شما برید، خصوصا کلیسای بزرگ مثل واتیکان، محرابه داره میره پایین. این تازه یک چیز دیگر که از ما گرفتن، عوضی گرفتن، شعورشون نمیرسیده، همین محرابه. و محرابه، محرابه یعنی جایگاه مهر، عشق، دوستی، همون که تو قرآن نیامده. تو قرآن میدونین خیلی از واژه ها کم اصلا نیامده، مثل عشق، عشق اصلا نیامده، آزادی اصلا نیامده، حریه، نیکی در پندار گفتار که دار نیامده اصلا. میگه شما همه بالا، نمیخوام وارد بحث شیم، روز عیده. در واتیکان به ویژه بارها من رفتم، وقتی میرید پایین در کلیساهای بزرگ، اینا معابد میترا بوده، کلیسای بزرگی که تو دنیا هست، اینها معابد میترا بوده که 500 سال پس از زایش مسیح، 500 سال یعنی 15 قرن پیش، وقتی که اروپا میاد دین مسیحیت میخواد رسمیت بده، دین میترا رو، آیین میترا، میترا آیین بوده دین نبوده، رو نابود میکنه. همزمان که نابود میکنه آدماشو میکشن، محرابهای ما رو معابد میترا رو میکنن کلیسا. از جمله او زیر که اینا میرفتن تو محرابه، در چون آغاز تلاش و فعالیت میترا از پامیر تاجیکستان بود، از قار میاد پایین، از قار تاجیکستان، کوهای پامیر تاجیکستان میاد پایین، آگاهی، آزادی، رفاه، کشاورزی مدرن و اینا رو میاره توی زمینه. من در کتاب از میترا تا محمد نوشتم و در کتاب من با خدا رقصیدم همه اینا اومده، 10 تا کتاب توی کتاب مطالعه میفرمایید. اما تازی ها میان این محراب رو که میگیرن، همونجور گودش هم کردن، دیدین گود کرده یارو تو گودی نماز میخونه، نمیدونن که اولا محرابه نیست، اینو محراب رو به عنوان با هی حسن گرفتن و محراب رو که با اون هی مینویسی یعنی جایگاه جنگ. تو به دیدار خدا که میری، تو به دیدار مهر و عشق که میری، احتیاجی نداری که بری بجنگی که محراب باشه. اینقدر اینا بیشور بودن، یعنی شعور یعنی ذکاوت، عقلانش نداشتن. اما چون که شب یلدای ما رو شب قدر میکنن، بعد شب قدر مرقصه، اصلا تو تابستون و تو زمستون نمیشه که، شب قدر که بلندترین شب سال، که یک شب در سال، همه فرد شبه. حالا محراب رو اون هش عوض کردن، شده محل جنگ، اصلا جنگگاه نیست، محراب. و محرابه جای عشق و مهر و جایگاه میتراست، جایگاه میتراست. تازیه گرفتن به عنوان محراب یعنی جایگاه جنگ و نبرد، اصلا با جنگ خدا نمیری که، با خدا میخوای نیایش بکنیم. چیز دیگه هم که به تا بگم بدونید، اینا رو با یکی نوشتیم الان روزشه بایستی گفت، مزگت. مزگت یعنی جایگاه نیایش مهرا اینها. حافظ میگه که مکدر نشود آینه مهرا اینم، مهرا اینه، حافظ قرآن میشه اول، ولی وقتی آدم میشه، عاقل میشه، با شعور میشه، میشه پیر مغانجو و مهرا این میشه حافظ. این مهرا این شدن در مزگته، مزیتی کردن مسجد، مسجد که میگم جایگاه سجده، سجدگاه، تو هر جایی میتونی سجده کنی،
مسجد، ولی همون مسجدش کردن. میترا 7000 سال پیش، 7000 خورده سال که پیش میاد، از اولین کسی است که تشکیلات میذاره. تشکیلات، سازماندهی. الان ببینین هر کاری میخوای بکنیم میگن حزب باید داشته باشی، تشکیلات داشته باشی، گروه داشته باشی. نداشته باشی خر میشی، سرت کلا میره. میفهمی رئیس جمهورایی که میان میرن، بانک ها، این موارد اقتصادی، تظاهرات، این همه کاسه زیر نیم کاسه است. اینا برنامه ریزی شده است. الکی هیچی نمیاد و بره. الکی وجود نداره تو هستی. الکی توی که میگی میخوابی. الکی تو هستی که سرت گرم میکنی نمیدونی یه ساعت دیگه میخوای چیکار کنی. الکی تو هستی بچت بزرگ شده، 18 سالش شده، دیپلم گرفته، نمیدونی میخواد چه کاره بشه، چه رشته رو تحصیل بکنه، نمیدونی چه رشته میخواد تحصیل بکنه. حال ببینیم، میخواست بره اونجا ثبت نام کنه، بعد رفت اونجا ثبت نام کرد، بعد میخواد نمیدونی تحصیل چه میخواد بکنه. آره، ایرانی از زمان میتا 7000 سال پیش با برنامه زندگی میکرده، با برنامه حکومت، با برنامه خانواده، با برنامه همه چیز، تشکیلات داشته. حالا امروز میخوام میرم به شما بگم، نیست که تا حالا همجور گذشتم از کنارش، ولی میخوام بتونم. تشکیلات اینه که تو باید آدم ها رو پرورش بدی. الان با این امکانات مجازی که آفریده شده، یار میبینم حسین آقای بقال سواد، ببخشید میگم حسین آقای بقال، بقال این عطار، این کار خوب، ببینم سواد نداره که چهار تا کلمه فارسی بنویسه. فارسی تو ایران هم هست، سواد نداره، شده اولا استاد دانشگاه آزاد. حالا اگه استاد دانشگاه آزاد نمیشه، چهار کلمه سواد نداره که بنویسه، میاد بین شخصیت های بزرگی که عکسشون پشت سر من میاد و میره، میاد ایراد میگیره که آقا به خدا چی گفت مثلا نیما یوشیج و کسروی کی بود، آل دالفک چی گفت و داره سواد نداره. حالا سابق یه جوری نبود که هر دم بیلی باشه، هر کسی هویتش هم که نمیشناسی کیه، که با 10 تا اسم میان تو تشکیلات اینا. ما کانال داریم، ما خود اون قدیم در آیین میترا تو بچه را از کودکی، از 3 سالگی که میگن کرشت، به کرشت میبریش، به کودکستان میبری، به آموزشگاه بری، آموزش باید ببینه در همه نظر و از همه نظر آموزش. تا وقتی بزرگ میشه اصلا از 9-10 سالگی دیگه فهمیدی که باید چه کاره بشه، چه پستی رو باید بگیره. ما الان هنوز چیز شده میگم ای کاش خوب بود بچه ما رفتن نفوذ میکردن تو وزارت اطلاعات، تو ارتش، جایی که بتونن کودتا موجوده کاری بکنن تو اطلاعات. تازه حالا بیه فکر افتاده که بچهش 4 تا بچه داره دیگه، رفته شده دکتر، شبه رفته شده مهندس، رفته شده چی. اونجا از قدیم برنامه ریزی یک کار لنین هم کرد، یعنی از میترا کشته بود لنین هم کرد. لنین هم دستور داد برید به بلشویکا، برید ارتش سفید روس وارد بشید، پشت بگیرید، با اونا هم باشید، جاوید شاه هم بگید، تا موقع انقلاب بلشویکی شد اونجاست که بیاید خودتونشون بدید. حتی لنین این کاری که بقیه کاری کردن همی کردم، ما یادمون رفته. در آیین میترا درجه داره، 7 رده دارید شما. اولینش هیچ کاری، تو باید چشات ببندی، دستت یکی بگیره ببرت تو قار و بالا. وقتی رفتی تو قار او گوشه دم در بشینی، حرفا رو گوش کنی، یاد بگیری، بعد همینجور در مراحل رو بیای بالا تا مرحله آخر متر، یعنی استاد. متر یعنی پارسی، پارسا بشید. مستر میگن، مستر فرانسی میگه متر. میدونی یعنی چی؟ اصلا متره میاد، متره، مترا. و اینجا در فرانسه به وکیل میگن متر، و استاد دانشگاه میگن متر. به استاد خلاصه که اون بالا قرار گرفته، نهایت درس رو خونده، میگن متر. از میترا میاد، میتیولوژی از میترا میاد، میت از میترا میاد. همه اینا از دانش و فرهنگ و تمدن آیین میترا میاد. من یک کتاب دارم به زبان فرانسه، میترا دیو دو لا لومیر، خداوند روشنایی.
میترا کسی است که روشنایی ذهن و اندیشه رو به بشر میاره، بعد همه زرتشت ها که پایش میان شاگرد اون است. بعد کتاب اوستا که 120 جلد هست، پایه نوشتنش توسط میترا است و درجه داره. تو یه ها بچه ای که تازه وارده، حتی امکان داره فرمانده سپاه باشه، فرمانده ارتش باشه، نخست وزیر رئیس جمهور باشه، تا میخواد وارد آیین میترا بشه، گروه میترا، بایستی از پایین شروع کنه، درس بخونه بیاد بالا. همینجوریه که یارو خواندن نوشتن بلد نیست، بیاد بتونه بشینه با تو فوش بده، تحلیل بکنه، بررسی بکنه اون اونا. حالا این رو شوربختانه بعد از تازش های زیادی که به ایران ما شد، پیش از اسلام تازش مغول بوده، تازش های دیگه، ببخشید تازش اسکندر بوده، چون مغول بعد از اینا بود، تا اسکندر بوده پیش از اون و قبل اون، همواره ما سرزمینمون دچار تهاجم بوده. فقط سه طایفه و سه گروه از مردمان آریایی ایرانی این آموزش درست رو گرفتن و از اول به بچه‌هاشون دادن. اونایی که مسلمان شدن که اصلا حرفش نزدن، رفتن افتادن دنبال خیالات واهی و چون بهترین دینی دارن دیگه، نه تاموزش، نه پرورش، نه هیچی، به بچه و دخیل به بند و فلان بکنه، فاطمه خانم بشه، سکینه خانم بشه، معجزه میشه و میره اونجا تو اون دنیا، میرسی به اون خواسته های خودت اونجا. اینجا رو بلش کن، ولی آیین میترا میخواد اینجا رو بلش کن. سود میگم بهتون، چون برنامه زمان میگذره، اینا باید ببینید، شما تحقیق کنید، بهت مطالعه کنید. یک، دو، پیش از اینکه بگم، حسادت، عینک حسادت و بدتینتی از چشتون بردارید. حسادت بزرگترین دشمن انسانه. حسود نباشید، حسودتون نشه از اینکه میخوام الان اینو بگم، فحشم ندید. دفاع از کسی نیست، دفاع از توی ایران یا آریایی است که بفهمی، شعور پیدا کنی، لااقل 20 سال دیگه بتونی یه کاری برای مملکتت بکنی با ساختن بچه های خوب. الان که شوربختانه در ایران به گونه شده است که از اون رئیس جمهور و رهبرش که فوتوکوپیه، یعنی رهبری که خودش مرده، یک فوتوکوپی درست کردن، فوتوکوپی رو بهتر میفهمید، مثل که یک کلونه درست کردن اونجا گذاشتن دیگه. حالا که خودش هم علنا میگه، وقتی پیشش میگن که آقا وزیر فلان، وزیر میره میناله، میگه ما که کاری براتون نمیتونم بکنم آقای وزیر، برو برو بخون. بدبخت دانشجو میره میناله، من که کاری براش نمیتونم بکنم، من که اونجا کارآفرین یادم که 5 میلیون کار بدم، که برو برین خودتون کاری پیدا کنید. این مرتی که حالا رهبره، اون فوتوکپیه. یه ولی خامنه‌ای که تازه اون قبلش هم پخی نبود، اون نیست، این مدت هاست مرده، ای الان یک روبویه. شما الان OMG میدونین یعنی چی که عزیزان من؟ دعوای جهان رو اینه که آنچه ما میخوریم آیا هورمونی بخوریم یا اصلش بخوریم. این گرجه فرنگی که میخوایم بخوریم یا این تخم مرغی که میخوایم بخوریم، آیا اون تخم مرغ و گرجه فرنگی که تایم خودش رو رعایت کرده تا ساخته شده رو بخوریم، یا اینا که هورمونی هر ثانیه برات تخم میندازن، هر ثانیه گاو و گوسفند درست میکنن برات، گاو و گوسفند چی میاد اینا نمیدونین شما؟ هنوز خیلیتون نمیدونین، اگه میدونستی یه از رو بهتر زیاد چون دلت میخواد فوتوکوپی تا 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 کپی میزن براتون میوه، کپی میزن براتون گوش، تخم مرغ در میاد، اینا هورمونیه. دلیلش هم همین سرطان ها و بیماری ها بیره. این همین که آدم هورمونی میسازم، آدم شبیه سیاوش اوستا 1 میلیون میتونم بسازم، حالا 10 تا میسازم، 100 تا میسازم، این من را میره حرف میزنم، منم این پاپ و ماپ و اینا مخالفت کردن. این یعنی رهبران مذهبی با این قضیه مخالفت کردن و بعد علنیش نکردم، ولی تو سیاسی ازش استفاده میکنن، بخاطر همین که خامنه ای یا اصلی که مورد این روبویی که جاش گذاشتن، این گوجه فرنگی هورمونی که درست کردن جاش گذاشتن، تا موقعی که بهش احتیاج دارن هست، برای که خزر رو میده، خوزستان بره، ایران فاحشه خانه بشه، اونایی که رفتن تو جنگ
بچه های جنگ چونشون دادن درباره صدام مقاومت کردن میفتن تو زندان به خاطر بدارک برن چونی که علی خواهد اصلا بعد از طرف روحانی کیه؟ روحانی از اون بدتر حالا روحانی هنوز گوجه فرنگیه هورمونی نشده ولی روحانی کیه؟ خودشون این من که نمیگم ها من نمیگم ها حسن فریدون خودتان دارین تو مالوان میگن که این ملیت اسکاندیناوی داره نه اسکاتلند ببخشید اسکاتلند انگلیسیه نه نوکر انگلیسی هست اومده داره بر اونا کار میکنه هر کار کرده بر اونا کرده تمومش داره کسی هم به کار اینا کاری نداره کسی به کارشون کاری نداره اومدن کارشون رو دارن میکنن مملکت ما رو داغون کنن چون بی غیرت بی بخار هستی اونجا که میری از اینا حفاظت میکنی بسیجی میشه برای اینا چماق میکشی تو بی بخار هستی ناموست شرفت همه چیزت داره از بین میره هنوز میری نماز جمعه پشت سر این حرامزاده ها نماز میکنی شما هم قصدی دارن از الان که به شما گفته شد همه چیز میدونید که عاشق خامنه‌ای بودید اشکال نداره بودید نیست دیگه اون خامنه‌ای اون نیست رئیس جمهوراتون فکر میکردین پخیان رای دادین اینا برای این دشمن دارن کار میکنن یا تو نره تو خارج وقتی ملیت میگیرید فرانسه دو ساله یه کار را عملی کرده قبلا نمیکرد تنها کشوریه که قوانینش رو دیر عملی میکنه برای آمریکا و اینا هم یکی از مواد اولشی که تو باید قسم بخوری که به منافع اون مملکت وفادار و پایبند باشی و تا پای جان از منافع مملکت دفاع کنی وقتی به روحانی ملیت میدن و یک سری بانداش وقتی سکینه کماندو از دیوار میره بالا اون که ما قبلا در مورد گروگانگیری که بارها گفتم که کار خود استعمار بود بازی داشتم باید بعد بچه هاشون همه برن خارج الان اینکه تقصیر شما هاست شما باید از غیرت یک عمر که تریاک اینا رو مجانی کردن بخاطر حالا این بچه ها داشتیم اینو میگفتیم تموم نشه وقت بچه تون بایستی از 3 سالگی بره تو کنیسه بره تو مسجد بره تو معبد بره تو کرشت آموزش پیدا کنه آموزش پیدا کنه هر کی رئیس جمهور شده توی فرانسه من از وقتی که اینجا هستم 4-5 تا رئیس جمهور دیدم با همه شون هم رفیق بودم و آشنایی نزدیک ولی علنی هم اومدن گفتن همشون که از بچگی هم خواستن رئیس جمهور بشن و شدنم حالا خیلی هم خواستن بشن نشدن مثل زمان عیسی یحیی میخواد رهبر بشه یهودی‌ها نجات بده نمیتونه بشه عیسی که عیسی هم نمیتونه نجات بده عیسی هم که نجات نمیده رهبر میشه نمیتونه یهودی‌ها رو نجات بده که یعنی ناجی نیست که از استعمار روم ایرانی تقویتش کردن در بیاره یهودی‌ها نمیتونه حالا موسی هم که تمام حدی موفق بود موسی موفق بود مثلا اسپارتاکوس هم که نمیتونه که اینا همیشه ناجی‌های اینجوری بودن حالا اینی که در آیین میترا که فردا شب شب 40 زایی شاید 25 هست بعد بعدن همینجوری علیکی هم نیست که مسیحیت اینقدر به ما نزدیکه افکار و اندیشه‌های میترایی رو همه رو گرفته فقط 3 طایفه این آموزش‌ها رو گرفتن به خاطر من هست که الان این 3 طایفه در جهان از هر حیث برتری دارن هم خوب زندگی میکنن هم به تو که دشمنشون هستی زندگی خوب میدن هم امکانات و تکنولوژی بشر روز به روز همینان که جلویش میبرن فکر کردی تو که میگیری میخوابی صبح تا شب و شب تا صبح با فیسبوک و تلگرامت بازی میکنی تو چیزی کشف کردی تو همون تازه بلدن میسی ازش استفاده کنی همون امکانات نمیدن یارو خیلی جالبه که هست خیلی ها بلد نیستن از همین امکاناتشون استفاده کنه که تلفنش چجور بیفته نیفته قایم بشه که پنهان باشه نباشه بیچاره ما آدم عادی میتونه بفهمه تو کجا هستی لوکیشن بهش میگن لوکیشنتون میکنن با رو همین هر کدوم اینا برین اینستاگرام برین اونو برین حالا بگذار پاسپورت ایرانی شنیدین که راستی وسط پرانته پاسپورت ایرانی یک صفحه مونده با آخرش میدین که یک جی پی اس براتون توش کار گذاشتم اون جی پی اس میدین یعنی چی؟ جیپیس برای نیست که جایی بری بدون نه کجایی اون جیپیس مالیه که وقتی تو پاسپورت تو جیپیت تو خانت گذاشتید گفت صندوق هم که بذاری تمام اطلاعات خونت دیگه کنترل شده است هر چی بگی شنود میشه ضبط میشه و چیپسه فیلم کوتاهش رو اومده دیدید حتما بعد
اونایی که تازگی پاسپورت ایران رو گرفتید یک صفحه مونده با آخر رو باز کنید، دست میزنید چیپس رو پیدا میکنید، با تیغ میتونید بزنید چیپس رو توش در بیارید. یک چیپسیه که گذاشتم برای که دیگه کنترل دیگه تو حتی کنترلی دیگه، برای همینه که میفهمن تو با زنت دعوایی هستی، زنت واسه تو خوشش میاد نمیاد، با بچت رفته مدرسه نرفته مدرسه، رفته پسرت دکتر شده مهندس شده معتاد شده، همه رو میدونن. دیشب تو خونتون کی بود؟ پدر زنت اومده بود، مادر شوهرت اومده بود، اون از در رفته، همه رو دیگه استراب رسن. ببین کجای دنیا تو، کجای تو، هم دنبال آفتابه ای، هم دنبال آفتابه. حالا اون سه نفری، سه طایفه ای که بهره بهینه رو از آیین میترا بردن و زندگیشون از ابتدا تشکیلاتی بوده تا الان، با تشکیلات، با بیزنس پلان، با برنامه، با دانش، با عقل، با خرد پیش رفتن، سه طایفه بودن. یکی زرتشتی ها، زرتشتی درست. تو این زرتشتی گدا پیدا نمی کنی. تو تو ایران برو جایی که زرتشتی هستن، توی هندوستان برو، تو اگه زرتشتی دیدی نشسته باشه در کوچه دستش درست کرده باشه بگه 2000 بده، نداری. چون همون آیین میترا هست بهش میرسن. تو آیین میترا جدا از مراحلی که هست یک چیزی هست میگن کیسه، صندوقچه بیوه، که هر کسی که بیوه میشده اون موقع که تامینات اجتماعی و بیمه و فلان اینا که نبوده، که اگه بیوه میشده اون تشکیلات بی حقوق میداده ماهیانه دی خانواده، بچه‌هاش زیر پوشش خانواده، کل خانواده قرار می گرفتن، بهشون می رسیدن. ترون دو ووف، ترون دو ووف به فرانسه میگن. زرتشتیک، حالا زرتشتیک تعداد چون کمه و خیلی زیر فشارن و بعض جام که اصلا می ترسن بنده خدا زمین مملکت خودمون که پایگاه و خواستگاه زرتشتی هست، این حرمزاده آخونده از وقتی که مادن چی کردن. حالا جماعت دیگه یهودی هست. یهودی از بچگی بچه میره تو کنیسه، نمیره که نماز روزه بخونه که خامو دور بشه و چیزش هوا بکنه، که میره اونجا آموزش میبینه، خداشناسی واقعی میدونه چیه، جامعه یهودیت جامعه شناسی رو میفهمه یعنی چیه، خانواده رو میبینه چیه. برای همین طلاق اونجا خیلی کمه، خیانت و فلان و یه چیز هست خیلی کمه. بیزنس و پول و قدرش رو میدونه، کار و قدرش رو میدونه. یارو میاد میگه من شازده نیستم، اما مثل شازده هستم، من میخورم میخوام، ننم خرج من میده، دانشگاه هم دارم میرم. فکر میکنه این آقاییه. بچه از بچگی باید سی بفهمه پول چجور در میاد که از پنجره نندازی بیرون. باید بدونه انواع کارها در زندگی چه سختی هایی داره، چه آسونی هایی داره، همه کارها رو باید بکنه. آریایی ایرانی گفتن برو تو جنگل سولش کنین، شب بره برگرده خودش، اگه شب نیامد برید پیداش کن بیارش. آه بچه ما تنها بره توی جنگل فلان میمیره سکته میکنه. سپاهیگری این گونه بود، سلحشوری این گونه بود، سرداری این گونه بود. بچه باید شیر بار بیاد، شیر معتاد شده ننه بابا. اخی بچه با معتاد چه داره، قرصش از کجا پیدا کنیم؟ مبارزات کرد اعتیادش از بین میبری. طایفه سوم، اون طایفه هستن که افتخار ایران هم، من هیچ حساب کتاب باشی ندارم، دارم تاریخ میگم، افتخار ایران هم و درست مثل دوتای دیگه از تشکیلاتی قوی به هم میرسن، جمعشون جمع فرهیخته فرهمند بهایی هست، بهایی این ستا. بقیه رفتن روی انشاء الله. یارو من میرم ازش چیزی بخرم، میگم که دو تا شیر بده، دو تا یک پنیر ترکی بده اینا، میگه انشالله. میگم یعنی چی انشالله؟ من حتما میخوام آقا جان بده، اینجا که هست نکنه بتوی بده، ما میخوایم انشالله. زندگیشون شده انشالله. حالا این رو که تا حالا شاید نگفتم بهتون بگم، یه تشکیلات بزرگ جهانی هم همین نظم و ترتیب و رگل و قواعد رو تا حالا رعایت کرده. زایش میترا که میدونین 7700
حالا در سال 7756 هست. بعد که یهودی ها گرفتن، تاریخ یهودی ها میدونید که چند وقت پیش شد 5770. بعد بهایی ها که گیر کردن بین اسلام و فلان اینا، من میگم من مسلمونیم، میگم من رو خط اسلام هستم، قاطی اسلام اینا. ولی یه تاریخ دیگه داریم ما 6000 ساله، 6000 سال. بعد اینا وقتی ازشون تو بپرسی آقا چرا تاریخ شما 6018ه، چرا تاریخ شما 6018ه مثل 6019، 4000 سال از مسیحیت بالاترن، میگه آقا چرا تاریختون 6000ه؟ نمیدونم، بزرگترینشون هم نمیدونه، برو بپرس نمیدونه. این یک هزار سال اشتباه دارن، چون مالمون زایش میتراست. حالا اینا کیان کی تاریخ دارن و همین تمدن رو دارن، همین اندیشه دارن، همین فکر دارن، همین هم هستن که نصف جهان رو میگردن. کیان؟ فراماسون ها. فراماسون ها، خیلیتون به حال فراماسون هایی، خیلیتون تا میگه فراماسون، باهایی، یهودی، حالا بعضیتون به زرتشتی سامپا دیدم تا با اخ. حالا فراماسون روی مثل هر دینی، مثل هر آینی، آدم بد داره توش، آدم خوب داره. لوژ بد داره، لوژ خوب، لوژ میگن بونا دیگه، لوژ بد داره، لوژ خوب داره. بدترین لوژاش که خیلی سیاسیه و استعماریه، مال همین انگلیس و اینایی که اسکاتلند و اینا که روحانی عضو شده، دیدین لباس هم پوشیده، به هوایی که بگرش دکترها میخوان بدن، اون لباس دیدین، اون لباس فرامازونیه میپوشه، از فیلمش هم پخش کردن که میخوان دکترها بدن. دکترها چی بدن؟ سواد نداره بهش دکترها بدن، اون فراماسونری بهش چیزی دادن. فراماسونری های مختلفی در دنیا وجود داره، یعنی یه نوع فراماسونری نیست، مثل اسلام که مذاهب مختلف داره، مثل یهودیت که اشکناز داره، سفرات داره، مران داره، انوسی داره، چه داره، مثل مسیحیت که ارتدوکس داره، کاتولیک داره، و کاتولیک، ارتدوکس، پروتستان داره. حالا فراماسون هم مختلفن و متفاوت، یعنی یک جور نیستن فراماسون ها تو دنیا. توی فرانسه حدود 16 تا اوبدیانس معبد دارن، 16 تا. بعضیشون که اصلا زنا را نمیدن، زنا را نمیدن. بعضی دیگهشون دینیه، تو میری توش باید به دینت قسم بخوری، من مسلمونه به قرآن، مسیحیه به انجیل، به تورات، به قرآن. بعضیش اصلا ضد دینن، تو میری باید دین رو لغت کنی بری تو، اصلا دینی نیستن. پس فراماسونی هم فکر نکنید که یک دکونه با یک آداب و سنن و رسومات فیکس همه جا همه کس، نه، فراماسونی هم فراماسونی مختلف داره. بعد توی فراماسونی بعد نیست همش چیز خوب هم داره، یعنی بعضی ها به فکر پیشرفت بشر هستند و پیشرفت. خیلی از این فیلم های روشنگر و آگاهی بخش که تو دنیا امریکایی ها، فرانسوی ها اینا میسازن، اینا رو بیشتر همین تشکیلات فراماسونری میسازن. یعنی فراماسونری هایی هم هستن که به فکر بالا بردن رشد فکری جوامع هستن. مثلا شعار فراماسون ها در فرانسه از 200 سال پیش که انقلاب کبیر انقلاب فرانسه رو وجود آوردن، شعارشون همون بود که علی شریعتی اومد به ما به دروغ گفت من به وحی شده، آزادی، برابری، برادری. این شعارشونه، آزادی، برابری، برادری، و روی این باید کار بکنن. الان هم که یک سری جیل جنرا افتاده، میگن آقا اینا از یاد رفته، باید اینا رو بیاد بیاری، و خیلی هم مؤثر بود وقتی که اینا کار کردن. حتی این دیدار نیوز با ما یک مصاحبه کرده آقای اسفندیار ابراهیمی، دیدار نیوز بزنین مصاحبه منو بخونید، اونجا شرح کامل جلیق زردها رو من در فرانسه دادم و ارتباطشون با اینکه تحریک اصلی از کجا بوده و غیره، اونو برید بخونید، تو صفحات اینترنتی خود ما هست، در صفحه گفتگوی خود ما در یا صفحه کانال تلگرام من، یا برید برای پیدا میکنید، جلیق زردها، سیاوش اوستا، اسفندیار عبداللهی و دیدار نیوز منتشر کرده، اونجا شرح دادم. ولی میخوام بگم کلان همین جلیق زردها که اومدن موفق شدن حقوقاشون رو بالا، یک سری امکانات گرفتن، پلیس یهو 300 یورو بهشون اضافه شد، یهو 300 میلیون یورو بدهی‌های اضافه کاراشون رو دولت باید بده، یعنی موثر بود، خوب بود. خیلی از این جنبش‌های اینجوری اون فراماسون‌های درست حسابی پشتشن،
اگه نباشن نمیتونن دم بدم تو رسانه ها بیان بگن هم تبلیغات بکنن هر چیزی رو در سطح جهان اینا. ولی شوربختانه در جهان سوم مثل همه چیز وقتی که اینا میره خرابش میره، یعنی خرابه میره و خرابکاری هم میکنن و خرابکار هم داره ها، یعنی خیلی از این لوژای فراماسونری هستن اونایی که خیلی سنتی و ترادیشنال هستن به ویژه مثلا دیگه اصلا اونا البته من همین که میتونم بگم میترا خیلی خوب میشناسن، میتراشون میشناسن اینا، ولی اونایی که هنوز مراحل اولی هم نمیدونن، شما به مرحله پنجم، ششم، هفتم که برسی اون آگاهی های کامل رو بهت میدن. مثل که سابق میگفتن این دورزی ها که توی سوریه هستن، توی اسرائیل هم هستن، زرتشتی مسلمان هم مثل ایزدی ها، مثل ایزدی های الان خیلی هاشون نمیدونن که ریشهشون زرتشتیه، چی بوده چه نبوده. چرا؟ چون اصلا تو کشورهای اسلامی و تو کشورهای اسلامی فشار و ضربه و اینا زیاد بوده، اینا نتونستن منتقل کنن به بچه های خودشون اون اندیشه پاک زرتشتی رو، ایزدیار میگن. همچنان که خیلی دیگه از زرتشتی های ما یا حتی یهودی های ما داریم در کشورهای اسلامی که اینا از ترسشون یا از منافعشون رفتن مسلمون شدن. دیگه از وقتی رفته مسلمون شده پدر مادرش خانواده تا اون حدی که میبایست اینا رو راه نمی میکردن که به آیین کهن خودشون نتونستن فرصتش نبوده. اینا رفتن یه گونه یه جورای دیگه شدن، مثلا این خانواده لاریجانی اینا رو که اومدن خودشون افشا کردن که اینا چه بودن، مثلا عسکر اولادی ها، مثلا خیلی کسایی که الان تو ایران قدرت دارن اینا با حتی با ریشه خودشون هم پرت افتادن. حالا فراماسونری هم همینطوره و اینا همه رو من بهتون گفتم الان به خاطر میترا، به خاطر پرنوئل، بابا نوئل، به خاطر اینکه 500 سال پس از زایش مسیح فکر می‌کنین اروپا کی میترائیسم رو دفنش کرد؟ 1500 سال پیش، تاریخشون 2000 ساله، ولی 1500 سال تا 1500 سال پیش، تازه برخی جاهای همین اروپا مثل که در مناطق اونور زرتشتیگری رفت در هند و اینا با قدر، حتی تا 500 سال پیش آینه میترا حاکم بوده. در شهر آنژه بزنین روی اینترنت، در شهر آنژه تازگی ها یک شهر از زیر خاک در آوردن که توش معبد میترا بود. در زاربروکن، بچه هایی که تو آلمان هستین، من این چند بار گفتم، چند بارم خودم میرم اونجا زیارت نه مثل آخونده، میرم دیدن، یعنی توی جنگل و کوه های زاربروکن آلمان وقتی اونجا میری بالا تابلو زده مهراب میترا، میره دوباره معبد میترا، میبینیم بالای کوه توی جنگل وجود داشته و داره. و من همین الان که وقتی میرم، از چند ساله که یاد گرفتم اینجا رو میرم، وقتی میرم درستی میبینم نقش میترا رو کندن، خراب کردن، دراش و معابد رو که تو قارو اینا بوده خراب کردن، ولی وقتی میرم میبینم همون پایین شمع‌های تازه‌ای موجود است. این شمع‌های تازه رو کسانی که ایرانی‌ها که نبودن، که ایرانی هم من به شما گفتم تو من زاربروکن چند نفرین تو زاربروکن؟ هیچ کدومتون خبر نداشتین که اونجا معبد میترا دارید. اون خود آلمان‌ها هستن، خود آلمان‌ها به میترا و میترائیسم هنوز معتقدن، باور دارن و پنهان این دین رو همچنان اینها میپرستن، آیین رو، البته دین نه، آیین رو میپرستن. حالا چون داریم به پایان برنامه میرسیم عزیزان، من یه نکته‌ای که خیلی مهمه تو این هفته در پیام های کوتاه به دوستانم گفتم، میخوام اینجا بهش تاکید کنم. ببینید، ما نمیتونیم با جمهوری اسلامی بجنگیم، ولی نشانه های اسلامی او رو هر روز تبلیغ کنیم. ما همزمان که با یک پدیده داریم میجنگیم، باید نشانه های او رو هم بزنیم، باید با نشانه های او هم مبارزه کنیم. رژیم خیلی تلاش میکنه که مثلا واژه‌ای که مربوط به خودشه، سنت و آدابی که مربوط به خودشه، جا بندازه. به هر جور شده، آیه قرآن خوندن، عاشورا تاسوعا رو گرامی داشتن، محرم و سفر موزیک اینا پخش نکردن، فلان نکردن، سیدی و سیادت، آقا طرف سیده، دستش ببوس، سینه‌ش ماچ کن، سید اولاد پیغمبره، مزخرفه، نجات پرستی است. با این نجات پرستی باید مبارزه کنی. تو ایرانی سید اولاد پیغمبر کجا؟ محمدی هم آدم داشت. اینها تجاوز کردن وقتی که تاختن به سرزمین ما. سیدم یعنی آقا، یعنی آقا به عربا. ما الان رفیق عرب زیاد داره، وقتی بهش میرسم میگم مرحبا سیادت عبدالله، کیف صحتک، ان شاءالله بخیر، یعنی درود بر شما آقای عبدالله، شما خوب سلامتین. سید و سیاده یعنی آقا، جناب آقا. من الان میگم
اون موقع هم اینا وقتی ما حمله کرده بودن اون سربازاشون که میدن به زن بچه های ایرانی تجاوز میکردن، بچه که میمد بودن یه آقازاده است، آقا سیده. خود شما، من خیلی از دوستان عزیزم رو میشتستم که اینا اصلا ننگشونه که بگن ما سیدیم. شما مردم رو باید بندازین. کار دیگه که اینا کردن همین نشانه های اسلامی، قرآن و صلوات و هم به قول الله و یا علی و السلام علیکم، تو میگی درود بر شما، میگه سلام علیکم، 60 بار تو میگه درود بر شما، میگه سلام علیکم. اینا ما اینا عمدنه. یا مثلا میان یک خواننده رو میارن همینجور لانسش میکنن که برای تو و من هم مثلا نگاه چه صدای اهورایی داره، صداشو گوش کن. بعد میگه اسمش رو فاطمه، اسمای خودشون رو لانسه کنن، فاطمه زهرا، چون تا میگه فاطمه میاد فاطمه زهرا رو نمیفتن. اگر ایرانی که همه بچه خودشون اسمشون عوض کردن از اخیر گفتیم. شما هیچ بچه آخوندی رو تو خارج نمیدید که با اسم اصلی خودش باشه. این من خبر دارم، وقتی میگم نمیبینی شاید 5% باشه، 95% اسمشون عوض کردن، پاس گرفتن از ایران آمدن خارج، یا خارج تا ملیت گرفتن زود اسمشون عوض کردن. نه بچه خودشون، وقت به تو میخوان میان قالب کنن که فاطمه خانم صداش خیلی خوبه. حالا که چراغ علی هم گذاشته بودن بنده خدا، ببخشید آقای چراغ علی، خیلی عذر میخوام ازتون، چراغ علی و اعتماد و ازی حرفا، عبد الله و غلام فلان و مبارزه با جمهوری اسلامی، مبارزه با همه سمبول ها و نشانه های پلید اونها هم هست، نام هاشون، یاد بودهاشون، عروض عزا و عروسی و ایناشون همه باید با امینا مپارس. به پایان برنامه رسیدیم، اجازه بدید که یلدای خوب و خوشی رو براتون آرزو کنم. فردا شب لذت ببرید از یلدا و اینایی که عرض کردم و دیگران برسونید. نوال رو جشن بگیرید، سال نو خوبی هم داشته باشیم، ولی ما قبل سال نو در خدمت شما خواهیم بود. سالم سال پیروزی باشه. ببین چقدر گفتن سال 2000 سال سقوط، سال فرار. ما به چه بودیم که اینقدر مانده بود برسه به سال رسید. حالا ما 2000 داره به 2019، فردا 20 میرسه. این آم میگذره. میگذره. شاگرد اوستا و زرتشت باشید. نیکی در پندار و گفتار و کردار پاس بدارید این ستا رو که میشه سپاس و مهربانی کنید. مهربان باشید. حافظ بخونید. حافظ. چند غزلیات خوب حافظ بخونید. دستان گرم همه شما رو میفشارم. از برادرم مهندس امیر شجره سپاسگزارم، درود دارم بهش، به شادباش میگم. همینطور از همینجا به امیر شجره و خانواده مهربانش و گرامی همه شما رو دستان گرمتون رو میفشارم. یادتون نره روی یوتیوب ما نیز هستیم و این برنامه هم یکی دو ساعت دیگه میاد روی اینترنت، میتونید ببینید. آی مهندس شهرتی بسیار سپاسگزارم، شادباش به شما و خانواده. تا درود دیگر، بدرود. آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی نقد. حالا کاش آزادی نسیه را میزدن که دشت زیر فقر دستش به یه جه بند. وطن یعنی سرود مهربانی، وطن یعنی شکوه همزبانی، وطن یعنی درفش کاویانی، سپید و سرخ و سبزی جاودانی، به پشت شیر خورشیدی درخشان، نشان قدرت و فرهنگی. روز و کلک نونتو تو آش بکنی، تمام کشور رو بخوای صحنه دعواش بکنی، نگی جوانای وطن همه یه مش خاور و خسن، به پادلاو رو نشه. اگه اراده خودت نباشه همینجوری گل نمیتونه باشه. اگه بگن خدا نمیپسنده، گنچه غلط میکنه هی بخنده. میخواستی شوتش کنی روی زمین، پس چرا گفتی احسن الخالقی؟ ای خانه تاریخی قومی سراسر مهر، تو را ای خانه تاریخی قومی سراسر عشق، نه تاریک و نه بیرونق، تو را آباد میخواهم. را خاموش نه، خسته و زخمی نمیخواهم، که دائم در خروش و جنبش و فریاد میخواهم. آخر چگونه زار نگریم برای عشق،
وقتی نبود آنچه که دیدم سزای عشق، دیدم در انزوای خزان باغ عشق را، دیدم به قلب خون غزل داغ عشق را، دیدم به حکم خار به گلها کتک زدند، مهر سکوت بر دهن قاصدک زدند، دیدم لگد به ساقه امید میزنند، شلاق شب به گرده خورشید میزنند، دیدم که گرگ بره ما را دریده است، دیدم خروس دهکده را سر بریده است، دیدم حبل به جای خدا تکیده. تمام نقشه ها بر آب دیدیم، چه دورانی، چه رؤیای عبوری، چه جستنها به دنبال ظهوری، من و تو نسل بی پرواز بودیم، من و تو نسل بی پرواز بودیم، اسیر پنجه های باز بودیم، همان بازی که با تیغ سرانگشت به پیش چشم های من تو را نژاد عشق با تازی برابر می کنم. وقتی تو می گویی وطن از چفیت خون می چکد، من یاد قتل نفس با الله اکبر می کنم. تاریخ ایران تو را، تاریخ ایران تو را شمشیر تازی می سازد. ایران تو با نام دین زن را به زندان می کشد. من تاج را تقدیم آن بانوی برتر می کنم. ما آتش زردشتیم، ما کشتن همه کشتیم. میشه شهریگری را از کهن، ما برای دیگران بگذاشتیم.